شما چنین گفته ها را شنیده اید، زینا نکن. اما من میگویم هر کس که به زن با چشم شهوت آمیز نگاه کند، الکی در دل خود چنین گناه میکند. پس اگر چشم راستتان شما را به گناه کردن وادار سازد، آن را کنده پرتایید. نظر به آن که تمامی بدنتان به دوزخ پرتافته شود، بهتر است که از یگان عضو بدن محروم شوید. اینچنین اگر دست راستتان شما را به گناه کردن وادار سازد، آن را کنده پرتایید. نظر به آن که تمامی بدنتان به دوزخ پرتافته شود، بهتر است که از یگان عضو بدن محروم شوید. همچنین گفته شده است که هر مردی که از زنش جدا می شود، باید به او طلاق نامه نوشته دهد. لیکن من به شما می گویم که اگر مرد از زن خود به یگان سبب غیر از زنا جدا شود و زنش به دیگر کس به شوهر براید، این مرد برای زنا کردن زنش عیبدار می شود. مردی که با زنی جدا شده خانه‌دار شده است، زناکار است. شما باز شنیده اید که به گذشتگان گفته شده بود که قسمی بر دروغ نخورند. اما به هر آن چیزی که در نزد خداوند قسم خوردند، اجرا نمایند. لیکن من به شما میگویم که تماماً قسم نخورید، نه به آسمان زیرا آن تخت خداست، نه به زمین چون که آن پایندازی اوست، نه به شهر اورشلیم چون که آن شهر شاه بزرگ یعنی خدا است. به سر خود هم قسم نخورید، زیرا یک تار مویتان را حتی سپید یا سیاه کردن نمیتوانید. بگذار بله گفتنی شما در حقیقت بله باشد و نه گفتنی شما نه باشد، ولی آنچه زیادتی میگویید از شیطان برمی آید. شما شنیده اید که چنین گفته شده است: چشم بر عوض چشم می دهید و دندان بر عوض دندان. لیکن من به شما می گویم که با کسی بد مقابلت نکنید. برعکس اگر کسی به طرف راست رویتان زند، طرف چپ رویتان را هم به او گردانید. اگر کسی به شما دعوا کرده کرته تان را گرفتنی باشد، جامعتان را هم به او دهید. اگر کسی شما را مجبور کند که با او 1 کیلومتر راه روید، 2 کیلومتر راه روید. هر که از شما چیزی طلب کند، آن را به او دهید و از شما قرض گرفتنی شود، نه نگویید. شما چنین گفته ها را شنیده اید: دیگران را دوست دار و دشمنت را بد بین. لیکن من به شما میگویم که دشمنانتان را دوست بدارید و برای آنهایی که شما را عذاب میدهند دعای خیر گویید، تا نشان دهید که فرزندان پدر آسمانیتان هستید. چون که او به آفتاب امر میدهد که هم به بدکاران و هم به نیکوکاران روشنی کند، اینچنین باران را هم به نیکوکاران و هم به بدکاران میفرستد. پس اگر شما فقط کسانی را دوست دارید که شما را دوست می‌دارند، چی مکافات خواهید گرفت؟ مگر اندازگیرانی به انصاف نیز همین طور رفتار نمی‌کنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام دهید، از دیگران دیده چی کاری بزرگتر می‌کنید؟ به ایمانان نیز همین طور رفتار میکنند. بنابراین همان طوری که پدری آسمانیتان بی عیب و نقصان است، شما نیز بی عیب و نقصان باشید.